مجلس ہجدہوں میں شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ از کتاب الفتح الربانی تقریر و ترجمہ پیر عبد پیر میراغا صاحب زادہ یہ مصری مجلس اجداہم شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ در بامداد روز یکشنبه 16 ذوالقعده سال 545 هجری قمری در مدرسه فرمودند خداوند تو را از دون و جهاد باخبر کرده یکی جهاد ظاهری و دیگر جهاد باطنی جهاد باطن عبارت است از ما مبارزه با نفس و شهوات و شیطان و توبه از گناهان و پایداری بر آن و ترک آرزوهای نفسانی و محرمات جهاد ظاهر نیز عبارت است از مبارزه با دشمنان خدا و پیغمبر و تحمل رنج و شمشیر و نیز آنان و تحمل رنج شمشیر و نیزه آنان می کشان و کشته می شوند اما جهاد باطن از جهاد ظاهر سختتر و دشوارتر است زیرا این جهاد همیشگی است چرا دشوارتر نباشد در حالی که مجاهد در این میدان باید به آنچی نب بدان خو گرفته است قطع رابطه کند از منهیات و محرمات در وی از منهیات و محرمات دوری نماید و اوامر شرع را به اجرا کند هر کس قادر به انجام این دو جهاد شد پاداش دو جهانیش مسلم خواهد بود زخمهای بدن شهید بسان زخمی است که به علت خون گرفتن از بدن حجامت ایجاد شده باشد رنج و درد ندارد بلکه سودمند است و نافع و شهادت برای مجاهد راه خدا مانند آب گواره است که تشنه بدان دست رسی پیدا کند یا قوم شما را به چیزی مجبور نکرده و به اجبار چیزی نمی ستانم مگر آن که بهتر از آن را به شما عطا کنم مراد من در تمام احوال امر به معروف و نهی از منکر است با خلوص قلب و مخالفت با منافقین که دشمنان خدا و رسول خدا یعنی آنان که به علت جهل و نادانی و عناد نسبت به ذات حق سزاوار ورود به آتشند چگونه به آتش عذاب گرفتار نشوند در حالی که بنده آرزوها و شهوات نفسانی هست
دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و در مخالفت اوامر حق کوشا هستند. چگونه با آتش عذاب الهی گردن نمی نهند؟ چگونه با آتش عذاب الهی دچار نمی نشوند که این قرآن را می شنوند و با آن ایمان نمی آورند و با امر و نهی آن گردن نمی نهند؟ ای قوم، بدین قرآن بگروی و با دستورات آن با اخلاص عمل کنید. ریا و نفاق را از اعمالتان دور نمایید. از مردم درخواست مدح و ستایش مکنید و از آنان انتظار عوض و پاداش نداشته باشید. افراد کمی از مردم بدین قرآن ایمان دارند و کمتری به فرامینش عمل می کنند، لذا مخلصین اندک و منافقین فراوانند. چی چیز شما را در انجام عبادات سست کرده و بر اطاعت نفس و شیطان نیرو بخشیده؟ گروه مؤمنان درخواستشان این است که خداوند توفیقشان دهد که از انجام تکالیف حق غافل نباشند، چون می دانند صبر در انجام تکالیف و تسلیم در برابر مقدرات دارای اجر دنیوی و اخروی است. پس در تمام دیگر گونی ها ای روزگار باری با صبر، باری با شکر، باری با قرب، باری با بود و دوری، با رنج و سختی، با آسایش و راحت سازگرند، سازگارند. در توانگری و درویشی، در سلامت و بیماری کاملا تسلیم خدایند و تمام آرزویشان این است که همواره مهر حق را در دلهای خود حفظ نماید و این مهمترین مسئله است در نظر آنان. همواره سلامت قلب خود و دیگران را تمنا می کنند و مصالح خلق را از درگاه خداوند می طلبند. یا غلام، صحیح و فصیح باش، صحیح در داوری و فصیح در علم، صحیح در باطن و فصیح در ظاهر. جمیع سلامت ها در اجرای امر حق و آن بجای آوردن کلیه اوامر و خودداری از منهیات و صبر و بردباری در مقابل قضا و قدر الهی است. هر کس خدا را بخواند نه غیر او را جواب داده می شود. هر کس خدا را اطاعت کند همه مردم او را مطیع خواهند بود. یا قوم، نصیحتم را بپذیرید که من دلسوز شمایم. در جهتی که در آن هستیم خواستگار گشایش برای خود و شما هستم. مرا متهم نکنید، زیرا آنچه را که برای خود می خواهم برای شما نیز خواهانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده: لا یکمل المؤمن مؤمن ایمانه حتی یرید لی
لأخيه المسلم ما يريده لنفسه. مؤمن ایمان خود را کامل نمی کند مادام آنچی را که برای خود می خواهد برای برادر مسلمانش نیز بخواهد. این گفتار این گفتار امیر و رئیس و بزرگ و پیشوا و شافع ما می باشد که برتر تمام رسولان و صدیقین از زمان آدم علی نبینا علیه السلام تا روز قیامت می باشد. ایمان کامل را از کسی که آنچی را برای خود می خواهد برای دیگران نخواهد نبی نموده. هرگاه برای خویش بهترین خوراکها بهترین لباسها بهترین مساکن و بهترین حالات و فراوانی مال و دارایی را می خواهی، اما برای برادر مؤمنت خلاف آنها را طلب می کنی، در ادعای ایمان کامل دروغگو هستی. ای غافل، همسایت نیازمند است، اطرافیانت فقیرند و زکات شرعی عهدهات است و زکات شرعی بر عهدهات است و هر روز سودی بر سودی هایت افزوده می شود که از نیاز بسیار بیشتر است. پس این که به آنان توجه نداری و تنها در اندیشه خود هستی دلیل است بر آن که با گرفتاری شان خشود و راضی می باش، زیرا هوای نفس و کثرت اعمال و آرزوها و حب دنیا و نیروی حرص و از تمام وجودت را فرا گرفتن و انجام اعمال خیر را برای سخت و دشوار گردانیدن. هر آن کس میل و رغبتش به دنیا زیاده باشد، هر آن کسی که میل و رغبتش به دنیا زیاد باشد و مرگ را فراموش کند، لقاء الله را از یاد ببرد و بین حلال و حرام فرق نگذارد، مانند کافرانی است که حق تعالی درباره آنان فرموده: ما هي إلا أحياتنا دنيا نموت ونحي وما يهلكنا إلا الدهر. گویا یکی از آنان منتهی تظاهر به اسلام میکنی و شهادتین را بر زبان می آوری و در انجام نماز روزه به صورت عادت نه عبادت سایر مسلمانان را همراهی می کنی. نزد دیگران خود را پرهیزگار نشان می دهی در حالی که قلب فاجر و گناهگار است.
در حالی که قلبت فاجر و گناهکار است و قطعا این عمل سودی را برایت در پی نخواهد داشت. یا قوم، گرسنگی و تشنگی در روز در روزه و افطار با لقمه حرام در شب چه سودی به شما می رساند؟ روز را روزه می دارید و به شب با گناه و عصیان مشغول می شوید. ای خورندگان حرام، در روز خود را از خوردن و آشامیدن باز می دارید، ولی شبانگاه با خون مسلمین افطار می کنید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده لا تخزلوا امتی ما عدمو شهر ما عدم الشهر رمضان. حرام کس از امت من که ماه رمضان را بزرگ شمارد خوار نمی شود. بزرگ داشت ماه رمضان عبارت است از روزدار بودن همراه با تقوا و حفظ حدود شرع. یا غلام، روزه بگیر، ولی در آن چی خداوند به تو عطا کرده است فقرا و درویشان را با خود شریک کن. تنها خوار مباش، تناخور مباش، زیرا کسی که به استفاده از نعم به تنهایی خوب گرفته باشد باید از فقر و تنگدستی بترسد. یا قوم، شما می خورید و همسایه تان گرسنه است و ادعای ایمان هم دارد. ایمان کسی که ما زادی روزی